به نام خدا، به نام پیوندنده قلب‌ها، مجلس محترم امشب به شادیانه فرخنده وصلت آقا فرخ و دوشیزه سوگل خانم برگزار میشه. مجلسی برپاست که جمع کردنش بر عهده ماست. بریم. میری جلو انتظار، میری درست حسابی با خانده داشته چاخ سلامتی میکنی. دوری و دوستی تا چی؟ مونده امشب هم دعوام بشه. بفرما. سلام دارم. بارک است. گذرم بیر ذره. شبا بایه عروسیه دیجه. شبا بایه. سلام دارم. این بار صدای ماشین منه. لا 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 لا. یک وقت هم اینجا نشستی. دایی دوماده کجا بشینه؟ انتظار تو رو خدا به دست و پای هم نپیچی. جناب انتظار سلام علیکم. تبریک و تهنیه. تبریک. خیلی خوش آمدید. نماز انتظار نصیر جان باش رو عدلانو. چه لازم یه جلوی مرتی که لازم قد دولار هست میشی؟ یعنی چه؟ قرار بزرگای فامیل واسطه بشن اندل اختزا آشتی ماشتی کردنش محصب تو شد محشت کردن مثل که عروس خانوم و شاد آبادمونم تشریف آوردن آقا بدن رو دست نشد مبارک باشم تبریکی دوست آبی یه هرچی اشبر رو میاد دوست سوز گهر آرشگاه کجا رفته چه میدونم ملی خانم زمان ما که رباب خوابی بیشتر هم بگم حیف تامینه الان باید اون بجایی سلام پدر بفهم کاش گذاشته بودم با فامیل مادرش ازدواج بکنه قسمت بچه ما نفوذی فرستادم توی شرکت رقیبم رفت عاشق ویزیتور اونجا شد هرگز نمیتونم از حمامت خودم بگذرم ازت خواهش میکنم اینقدر به خودت سرکوف نزن این تنها کاریه که میتونم بکنم پسرک سه دنگ از شرکت منو مهریه یه دختر میکرده قسمت کفششو در میره و میره وارد مجلس عروسی میشه وقتی میاد بیرون میبینه کفشاش نیست میگه من کی رفتم؟ تو رو میگه نصیری تو دست از جنگ با من بردار باش بذار منو بگه
دشمن یک سوم از سرزمین من فرق کرد. در عوض یه جدال بی حاصل به آشتی کنون رسید. اگه دستی جنبونده بودی جنگ لازم ندارم. مؤدب باش. 20 سال خدمتمو خراب میکردم که چی؟ تو تنها بخوری؟ من تنها خورم؟ یا تو که میخواستی پیش بیز پیر کن کنی؟ منو پیش کنی؟ اصلا و ابدا پاشا و کلا. نه تو نبودی که میخواستی پیش بیز شکیره تو بگیری؟ مؤدب باش، این وصله ها به من نمیچسبه. پرونده اداری من پاک پاک. آره تو بمیری جونه بابا، پاک پاکتی. لات پاپتی. مؤدب باش وگرنه. وگرنه چی؟ وگرنه چی؟ بی همه کی؟ چشخیره بی چشم روی چلمنه ساربادار. هرچی چی نمیگم؟ من چی میخوای بگی؟ اصلا چی داره که بگی؟ عواستون نا. تو فکر میکنی اندل اقتضا میتونه منو خام کنی؟ تو خام هستی بابا. نسیم تو اصلا نسیم جان من نمیم. نسیم سر گوش نیم. مؤدب باش. مؤدب باش. مؤدب باش. بزن با پشت دقیقی اینجا هم آباد شده تا جی. مرده ها کشیدم بالا. چشم دنبال زمین های اینجا نباشه، اینجا جا داری. سلام عمو جان. نه هنوز بابا رو نهی بردن. یه بگو کله صبح کله نکردی زود کلک ها بکنی. ما زود اومدی اینجا گل گره بود. شما کجا این الان؟ قربه سون. کی دنبال کارشه؟ دایی نصیر زحمتشو کشیدم. لا 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 لاکردار کاکای ناکاممو کشته، حالا زحمتشو میکشه. عمو جان تو مرض؟ عمو جون منم گزلم بیر زهر رو بیزیم این شیخ بابا یا سلام علیکم. شما بهترین تاج خانم. خیلی خوب الحمدلله. خواستم اندل اقتضا تسلیت عرض کنم. امیدوارم بقای عمر با عزت بازماندگان جایب المخلوقات و غرایب الموجودات. ببینم لام
سب صافی پدر شدی مازی جولم اینا لیلام اینا لیلام راجعه گیرم کنم همون اینجام نزوشم حتمت دازم زامه را شدی اگه هلا دازم نفهمیدیم ای بیشارم به خاطر فاطم از سلامات خانواده مرحوم انتظام شما انقدر زیده نکن دیگه خانواده مرحوم انتظام ما امروش کرده بودم آره دیگه ماشاءالله یه سال از خدا کوچیکتر بودم دیگه میشب هم که خودتون بودی بابا سر شب سرحال بود قاتل قربتی بد قدم هم برداشتی آوردی قربستون که چی بشه؟ آخه همون نمیومد فامیل چی میگفتن؟ سر تا پرت سیاتی؟ تو اصا سرسه؟ تو عروسی سرسه؟ اچهل؟ وینم کن بابا دست بردار بیریونم کرد گوندی بچ دخترش چی آکلهی شده چشماشو دیده گیزلر چی میگه یه دو تحویل میگیره؟ خانواده محروم انتظام سر یه چیز میزی زیر میزی میداد این زود جمع شه عرضم به حضور انورتون که نمیگیرن جناب انتظام ممنوعه قدغنه میگیرن همه میگیرن هر کی نگیره گاکونه حالا چه عرض کنه؟ الله و علم فی هوای قل امور این میگه صاحب نداره بابا اقل کمش کاکامو بذارین تو قب قاتلا تشکر میکنم خواستیم سر نبش بذاریم گفتیم اول از جناب عالی هیچ چیزو بگیریم یکش تو سر پروفسور شلتا خوره کسی که تو قبرسون به وهم دو نب چقدر میارسه انتظام بابا سو رب داخل بگم جهن اکتار بود اون گریه قشنگه رو کن ببینم اون گریه قشنگه رو میتونی بکنی زمین دو نفش تو بیتر اینجا اون وقت این نادایی پوسموس داشت و دستش به خیر نرم بشکنه دسته تا کی میخوای بگی؟ برادرت رفت درس نشد برا؟ درسونه که من زمین رو از دولت پس میگیرم دولت زمین رو برده انتظام تمام گفتن مواته مواد باباته زمین میلیار میارزه میلیار اون میلیار رو تومنم بهت نمیدم من تومن رو به میلیار میفروشم هی قپی بیا انتظام هی قپی بیا مالیات که نداره صد بار بهت گفتم به این مرد محترم اینقدر توهین نکن محترم؟ زکی؟ چی؟ دایی نصیر روی دنده بایستادی که من کار غیرقانونی نمیدم حالا این دایی نصیر تو کار غیرقانونی نکنه مملکت آباد شده؟ هر کی به وجدان خودش چند وقت دعواشون شده؟ نمیدونم من فرانسه بودم به نظرت کی مقصره؟ اون میگه این مقصره این میگه اون مقصره نخیر پس من مقصرم نصیر جان من میگم نظر کسی بهت توهین بکنه بعد میگم والا توهین اون بی نماز مثل خود بی مقدارش دوزار نمیارزه خب من ناراحت میشم تو همینجوری بر رو بر نگاش کنی اقلکن گشت و غالب دار جوابشو بده جواب ابلهان خاموشی سانم ده همون خاموشی واسه این شاست خزمید غلطه نصیر جان را به را جلوی فامیل تو رو میسوزونه سنده اول از سن انتظام ای سنده اول از سن انتظام گزلیم اون از جایی میسوزه که جواب نداره آره سوز داره خانم سوز داره واسه من سواج سود نداشت خودشم واسه که سومالیه اگه زیر سیبیلی کار زمین رو درست میکرد سورسات خودشم درست میکردم هی برای این زمین لعنتی نکنال هی هرس و جوش بابا لام از سعب برای مال من دلم نسوزه فریاد نکشم سوزه بره هوا پیما چقدر دلم میخواد پرواز کنم حتی نشد بریم یه ماه عسل حالا هم که بابا اینطوری شد مرگ بابات هم که بستن به بدقدمی من یا آزخ انتظام خودش اصای خر کردن جماعت نسوان بود چه عروس تعریفی خود
خوش قدمی نصیبش شد والا بابا. اعمالو به نیات، چوب نیتشو میخوره. اومد قربونی بگیره، خودش قربونی شد. قربونه حکمت برم. خیلی وقت به بوی حلواش میومد، ما به رو خودمون نمی آوردیم. بلن که بوی چلوی کباب میاد. کجاست نشونی این چلویی؟ یه تالار نزدیک خونه دایی نصیر. آدم نبود که این دو دره جولون نده؟ شما خودت به فرخ گفته بودی کارا رو بسپار دست خانداییش. من خرمالیاشو گفته بودم، حلوایی. بگی ببینم این نستن انتظام بازم کورید به شما بیزاریم بیر ذره فاطمه سلامات گرمز آخر اوسو گرمز آخر اوسو تسلیت داریم گرمز آخر اوسو بابا بیرزره ای آلام دنیایی عروس داماد تشریف نیاوردن؟ والا عروس خانم تشریف بردن خونه آقا انتظام اونجا رو آماده کنن برای مهمونا شازده خانم آدم اولبده الله شانس برسن سر الله شانس برسن مرگته چرا عرهر میکنی چپولی؟ همسری تشکر کردن از عموی بزرگوارشون آقای انتظام من دیگه هستم بابا والله تحمیل خانم شانس آورد با این خانواده وصلت نشد خب فرخ به خاطر همین تحمیل خانم بابا وای خدا بیامرزش افتاد رو دنده ای لحظه ماشالله این گروه مدن عروسی عبدود یه من آرایش کرد قربه خود قربه سونه خود و قول اون با هم پول میگیرن برای من نگه به دام دیو درفتید خدای همه ما رو ببخش یه طرف اونم قربون بره مشکل ترافیکش هم یه طرف والا با طیاره بری اروپا زودتر میرسی تا بری بهش توی این مملکت همه چی خصوصیش هست الا قبرستون الان یکی قبرستون خصوصی را بندازه برده راستش 10,000 زمین دعوایی دارم بالا شمرون باغ نوا اگه بذارم خودم یه قبرستون غیر انتفاعی شیک را میدازم چرا نذارم؟ کی با باقیات سالیات مخالفه؟ هم زمین زنده میشه هم میلیاردر میشه لعنت بر پدر کسی که فرک و برک رو هوا نهل نکنه صلوات بلند بفرست باز این خرمگس معرکی اومد خدا به خیر و لعن الله قوم انتظام اجمعی زنده و امدت خب سلام علیکم خسته نباشید فرخ کجاست؟ یه خورده تشریف بار بالا تشریف دارم در دست داره میوه میگیره آی اغلا فرخ سلام عمو جون فرخ کجاست؟ داره ریلکس میکنه حالا چه وقت پیلکس کردنه؟ فرخ
چی شده؟ مرده زنده شده بابا؟ آره ناکام، این کارش به وقت بود کاکا. چی دارین میگین عمو؟ اقل کم چند میلیون مرده تو زمین جا میگیره. بلند شو، بلند شو، این مرده خورا رد کن تا وسط بریزم رو داریا. رد کنم برن؟ آخه واسه سرسلامتی اومدن عمو، نمیشه که سرسلامتیشون تو سرشون بخوره سیریچا. میخوام سر به تنشون نباشه. خوشگلم خانم، همچین پشت چش نازک میکنه انگار ما اونا تو تالار زایدن ما رو تو تردیره مرده که میره باچه بزن. ببرمین خلایق، امروز رو محروم نوازی کردی، خدا رفتگانتون ازتون نگیره. چون باش ما مشغول زنده این، اگه واسه خط با کمر دفن من بیاییم درست جون تا حلوهی تو رو نخورم نمیرم خانده ای. خواهیم دیر بفرمه این زحمت رو کم کنیم. انتظام بیلدم بابا، یام بیلدم چی بگم بالا بگم این دنین جوانان رو تخبی حیا اولو بلا تخبی حیا. 2124 25 26 27 28 29 30 31 2132 متر. این از عرضش، چی عرض کنم، از طولش. نور به عرض و طولش بباره مرحوم نظام انتظام با این زمینه. خب حالا عمو جان میخوایم تو این زمین چیکار بکنیم؟ میخوایم تو این بیابون پول پارو کنیم. یه کار آورودار باحال، ساقیات باحالات. مالو آزاد میکنیم، تو منو به میلیار میفروشیم، اما چی؟ غیر انتفاعی. این کار آورودار باحال شما چه ربطی به من داره؟ شما دست به نقدی 20 میلیون میگیری، با گلگلت میری قناری، اصلو میزنی تو رگ، بعد برمیگردی پا کار. پای کدوم کارمو؟ با کلاس، سواد و کتاب، کاتبی. مثلا فوق لیسانس دارم. فوق 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 فوقش چی خوندی؟ علوم ارتباطات و تبلیغات. لادفت دایید، بگو چی داری جز شرکت ورشکسته بابای ناکامت بیمای پایه؟ خب زمینم من، شرکت تبلیغاتی اکاکای ناکام من. تو تبلیغات میکنی واسه چی؟ قربستون ما. تا یکی بگه حتک و بتک خاک مفت و فروختین چون تلا تبلیغات اونم برای مرده ها. این دوره مرده زنده فرقی نداره که، هر کی پول داره زنده. نیستم اما نیستم. تو لالا هلالا، تو اصل خوردی که نیستی. نیستم هستی. دیگران مردن، ما خوردیم، ما میخوریم، دیگران نبرن. دیروز سر زمین بهت گفتم، حالا میگم من عزممو جزم کردم مالو زنده کنم. تلبیقاتشم مال اینجاست که بوی کاکای ناکاممو میده. نه بشنوم نیستم. ببین فرخ، راجب ایده عموم، ایده عموم دوزارم نمیارزه، بهتر عموم بساز بفروشیشو بکنه. Thank you.
مختار! مختار! پدر جان، مرده هستم؟ نه، زنده‌ام. پدر جان بگیر. ارباب اینجا چه خبره؟ چرا بال می‌زنی؟ سرکن ارباب، مکتب نرفتم، مفتکی مهندس شدم که را کتک بخورم. چی کتک بخوری مهندس؟ استکن. یعنی تو نمیدونی ارباب ها؟ کجا بدونم؟ کدوم سلم و توری جرأت کرده ایرج منو بپک کنه؟ ها؟ اون کلنگو کسی کنده؟ همینا که دو سال پیشتر ازشون پول گرفته که براشون خانه بدی؟ هی گفتن با باسواد جماعت تو جوال نرو. گفتم یه باجنم باید دورج آجر واسه این جلنبرا بزنه. براشون میگم من خود مزد یک سالم از بوله ارباب قرض دارم. حرفا میزدن که یه سرپناه بگیرن؟ حالا ایرج میفکنن؟ تبارشون رو با آتیش میکشن. نکن نگه. تلفن کجاست؟ تامین خانم بگو تلفن کارش شده. چشم. کیه؟ مامانت. الو سلام مامان. سلام مادر. ببین تامینه اقدس تلفن کرد. گفت فرخ خاموش زدن به چیپوتا بند دیگه. یه تلفن کن ببین راسته. به کی تلفن کنم؟ به سمیه. با تاجیکی که پیک داره. من کار دارم مامان جان. کار مهمتر از دوای اینا هم هست. کار زندگی خودمون خیلی مهمتره. اصلا فراموشش کن. فعلا خدافظ. چیزی شده خانم؟ نه. اینجا چه خبره؟ سلام عمو، اینا کی هست؟ اینا دستک دنبک پروچن مخترم آوردن واسه سرای داری. مگه من کار شما رو قبول کردم که همون رفتین عزادار حرفه‌ای آوردین؟ تو به ریش دایید؟ لا 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 لا، تازه میگه مجنون زن کیه؟ فرخ پاپاخی های پاپتی ریختن ایرج رو پاک کندن؟ زایتم زیرش هم بیپونه. شما که میخواستیم 20 میلیون بدیم ما بریم ساحل قناری؟ حالا نگفتم ندارم. دارم. نه نی. بابا ساختمون سازی خون دل 6 سال از خون خراب، اما قربستون خصوصی دخل آخر شبه. مشتی شنبه با شناسنامه میای واسه شرط و شروط. اوکی؟ تکی. فعلا یه سال. بفرما هره. لج نکن بچه، از چی میترسی؟ از شأن خودم، از دانشگاهی که رفتم، از درسی که خوندم. که با این همه اعتبار برای یه جواز ساده از این اداره به اون اداره بدویی؟ به شما گفته بودم مداخله نکنی یا نه؟ این کارا به شما مربوط نیست. من که چیزی نگفتم. کارای شما هم عمو به من مربوط نیست. پس قرار شوکت خاندان نظام انتظام با تو پیزوری منقرض شد. من نمیدونم چه اصراری با این پیزوری کار کنین. این همه شرکت تبلیغاتی که فرک برکم رو هوا بزنن. آره بنی فکرتونو ثبت کنین، عمو جواز بگیرین، پروانه بگیرین، چه میدونه؟ شرکت ثبت شده کاکای ناکامو ول کنم کدوم قربستون برم؟ جواز چیه بچه؟ کارو که راه بندازیم چی میتونه جلوشو بگیره؟ من اصلا موندم تو چرا با ایده عمو مخالفت میکنی؟ ایدهشون که خیلی خوبه. البته ظاهرا من کاره نیستم. چی زر زده سوگلی زرشکه؟ ساگلی
بهش هم یه قلم و کاغذ فردا بیار. قلم و کاغذ؟ برای چی عمو جون؟ انتظام با سدونگ سوگلی قرارداد می‌نویسه. اونا هم که سدونگ شرکتشون رو مهریه سوگلیشون کردن، سه کردن. گرفتمش بین آموز رو خرابم کنی، حق داشتم نظر بدم؟ ببین حد چیه؟ بعد از حقت بگو. ایده تون درخشان خوبه فرخ، مسخره نکن. اگه گفتم خوبه واقعا خوبه. تو هنوز مونده این کارو بشناسی؟ تو میدونی تجربه من کمتر از تو نیست. من یه هنرمندم، نه کلاهبردار. تو این مملکت با دست هنر نمیشه پیشرفت کرد. تو تعریفت از پیشرفت چی باشه؟ دست جلوی کسی دراز نباشه. بذار دست دراز چه بد خطا کن. تو الفبای تبلیغات هم بلد نیستی. آقا فرخ، اونقدر سخت نیست که بفهمی شرکت بابات ورشکسته است. پس فروتنی فرمودی که سدونگ شرکت ورشکسته رو به عنوان مهریه تو طلب کردی. ابوی زرنگتون که تو محضر قیمت کاخ روش گذاشتن. بذار چهلمون خدا بیامرز بگذره بندی شاربار کن. آقای مؤدب، من میخوام زندگی من عوض شه. لابد من بد فهمیدم که با خاطر مخالفت با خانوادم رفتم خودزنی کردم. ها تو حق نداری سر من منت بذاری. من هیچی از تو کم ندارم جز پول و یه ایده بهت و یه خورده شعور که حد و اندازه خودتو بشناسی. من شعورم به تو حالی میکنم. تو اه تو به من میگه اه؟ خیلی زود دلت زدم. شانس منه، منم بلدم بشکنم. بله برای تو میفرستم. حتما مسخره شو در آوردی. جمع کن اینا رو ببینم بابا. جمع کن ببینم. اشکالی نداره. چی رو اشکال نداره؟ وقتی حقوقش کم کردن میفهمی. گفتم اشکالی نداره. از سهم کی میبخشی؟ الو سلام ماما. ببین مادر، فرخ با زنش هم اساسی دعواش شده. زنش؟ خب به من چه ربطی داره؟ به تو چه؟ لابد یادت رفته اون انتظام گربه گور شده پیغوم دادم. آه من دودمانشو میسوزونه. ببین مامان، میگه دلم برای گذشته ها نسوزه. بیچاره مادر فرخ فرشته بود. خودتو دلت برای فرخ نمیسوزه؟ بچه مثل گنجیش که بی مادره. مامان جان ببین، من الان با شریکم دعوام شده، حوصله ندارم. شب که بیام خونه با طرف میزنم باشه؟ کار مهمتر از دعوای اینا هست. خداحافظ. اینم آرم قبرستان غیر انتفاعی انتظام. چطور عمو جون؟ خیلی باحاله. یک کمی لاکور بده هلال سار. لاکور؟ اون یه چیز دیگه است عمو جون. حق با توه، اونجورم میگن. شما زود را میافتینا. چی بگم؟ من به شماها درس پس میدم. باز جلوبو گرفته؟ این کار انتفاعیه. اما واسه جیفه دنیانی، واسه سرازیری قربه، واسه ساقیات و باحالاته. اوکی؟ اوکی. به به. سلام دایی. علیکم سلام. بالاخره قوم زادم این کار خودشونو کردن. بیام تو؟ قدمت رو چشم دایی جان. بفرمایید. حالا ایو حال تشکر میکنم. معید و منصور باشه. خدا حافظ. کی بود نصیر جان؟ آقا عبدالله بود. میگم برای کدوم مصیبت من باید تسلیت بگم؟ حق برو والا. والا من بین میرم. خبرات چه زود پخش میشه؟ آخر زمانو؟ یکی از فامیل پرس قار بزنه. حق محل و مرتر مطلع میشه. فکر کنم تلفن چندامو دایی جان. حالا چرا خودشون واسه مراسم بابا نیومدن؟ فرخ جان آخه اینا با نصرت زمان اینا گهرن. مثل دایی و عمو. ما رو ول کن دایی. یعنی همه رو ول کن. خودتو بچسب. چرا از خونه اومدی بیرون؟
اونو بیرون میکردی. وای دوستوس کردین معرفتی اوغلاندی. این اوغلان اگر صد چیز لای ایزوگان کنن باز معرفت ازت چیکه میکنه. گفتم یه مدت چش تو چش هم نباشیم دایی، بعدم اون که جایی رو نداره. حالا مگه مزاحمم؟ مزاحم چیه فرخ جان؟ اینجا خونه خودته. خواهی چه بلایی بود سر خودت آوردی؟ ناراحت نشی یا؟ لا 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 جز کم بوده شعور. وای نصیر جان پسته؟ راست میگن زنده ای و یکم کم بوده محبت. اینم که از دو تا بزرگتر فامیل. فرخ جان دلت خوش ها؟ بزرگتر کی؟ بابات؟ عمود؟ دایید؟ بلارم هاوس؟ استغفر الله العظیم. ببینم دایی جان سوگل خانم در خونه محبت رو وا کردن؟ اقلا راهشو که نشون دادن. بله اونتا دایی جان گول زنک بود، در باقا سبز بود. آره ملیه شام حاضر ده که باش ماغوزی. خواب به چه کارم میاد زنش؟ من نصف شبی مثلا میخواد چه کار کنیم؟ نصف شبی فکر میتونم بکنم. من اگه این عواسط ناز خماز و سر جاش نمیشونم اینا جیگرتو میندازم تو چیلی سفیریز. تو هم جس قلش رو کن بگو پروژه پا کاره. کسی نمیتونه جلوی کار منو بگیره عمو جون. آفری خاطرم از تو جمع جمعه. میدونم وانه میدی گلگل. هنو هیچی نشده چلمنا ریختن قرب خصوصی پیشقرب میکنن. یکه تازه یه تبلیغات کوچیک محلی بود. اگه فرخ اعصابمو به هم نریخته بود کولاک میکردم. بی خیال فرخ شو بسن به خوشی. با چی خوشی گلگلی؟ میخوام بپرم عمو جان. نه ترس آقا انتظام کاپیتانش درسته. اتفاقا کاپیتانش خیلی هم ناشی قاطی. مگم بازم اشتباه گفتی آقا انتظام. قاوتی اونجورم میگم. میخوام شیش چشی مراقبش باشی. اونی که من دارم میبینم بعدش نمیاد که خوش خوشانی بشه. موصفش نشه شیطلت هم میرسه. قاوتی دفته؟ ها بله اومدم. اینم شر نرفتی تو کابین بشینیم. منتظر بودم. ببینم اون آقایی که اونجا واسده چی کارته؟ کی؟ همین آقا چاقه باباته؟ نه. آه خوبه. داره چارچشی هم تو دهن من میفاده رو من دارم به تو چی میگن. خارج از کشور رفتی؟ نه نرفتم تا حالا. اروپا؟ باید نمیاد خارج بزنی؟ یعنی جات اینجا نیست. برو بشین تو کابین. صدات خیلی خوبی دارم. غریبم غریب دی؟ غریبم. شما بشین تو ماشین من یه کار خصوصی با کاپیتان دارم. اینشالا بگم کاپیتان همه جون اونجورم میگم اونم غلط نیست. جدا میگم جای تبریک داره. من شاگرد نداشتم تو این چهار جلسه لندینگ به این عالیه زیبایی. ببینم کاپیتان شما مواظب مراقباتش هستی؟ بله بله من اصلا خودم بوجه مراقبتم. یعنی منظورم اینه که
من تو کار خودم کینگم. کینگ. تو شوفرا شوماخری. فقط نیشت شده. منظور؟ منظور رو فقط یه بار میکرد. یه بار میکرد. بله. منظوری بهت نشون بدم که خوابتی خودشه نه؟ زیادی خواهی اون متجاوزه متجاسه یه طرف بلا تکلیفی شما هم یه طرف واقعا پاشو به غیرت به نظرت درسته تو دست رو دست بذاری بعد یه قربتی عواسط و ناس لاکردار توب ببنده تو طایفه آره؟ این طایفه پیش از اومدن اون قربتی هم تیکه پاره بوده ای چه ارز کنم؟ میگم میخوای اندل اختزا برای اتمام حجت با زنه صحبت کنم؟ هر جو شما سلام میدین دایی جان حالا من میدونم و این انتظام و این فردایی که در راهه سلام علیکم برین میخوام خانم سوگل نازمی رو ببینم مجلس دارم کی چه رفتم میکنی رئیس جون حرف ندارم تمام تلفن‌های شده مردم آخ هدر جان سب میکنم عزیز جان قبرتون معماری روز دنیا عوض میشه یه واقعا چی رو میخواییم قبرتون دموده نیستش جای ملاحظه کنید بلوک اینه که ما داریم آب و هوای بسیار عالی هستش اگه در مورد خدماتش بخوام خدمتتون عرض کنم سنگای قبر ما بر اساس معماری روز دنیا سال یک مرتبه عوض میشه همچنین سنگای قبرشون هر روز به صورت مکانیزه آبپاشی هم میشه بده مرد چکو بده بره یه وقت تموم میشه خانم اینجا خیلی گرونه بریم بلوک دو اونجا جا خالی هست بلوک دو رو برای خودت بخر من بلوک یک میخوام در ضمن برای اینکه راحت باشید من بلوکای تک فایدی رو بهتون توصیه میکنم ممکنه من از شما خواهش کنم قیمت قبر دو طبقه رو به من بدید بستگی به بلوکی داری که انتخاب میکنید بلوک و قیمتاش متفاوته شما بلوکتون رو انتخاب کردین دو طبقه رو بخواید چیکار؟ دو طبقه رو برای خودت بگیر من تک واحد میگم خانم هدف ما توی مؤسسه جلب رضایت میت و خانواده میت ای بابا بس چقدر خانم حق دارن به سفر آخرتشون فکر میکنن ما همین الان تو قبرستونمون یه فروشگاه زنجیره‌ای تهیه کردیم شما با کارت خودپردازتون میتونید گل و گلاب برای قبرتون تهیه کنید واقعا موقعیت استثنایی دستش ندید من یه جور آب و هواش یکی بود که شما منظره رو نگاه کنید ما توی موقعیت بسیار عالی قبرمون رو تهیه کردیم دلم میخواد رفت آمدش هم راحت وسیله ایوبزه ها برای تو تدارک دیدیم مرده چه میدون راه کنه قبرش آقا نزنید این حرف رو میگه تو روحش نه اومد را نوشته کن رو کاغذ ببرم بدم خانم وسیله ایوبزه ها مهیاز ببینم این قبرتون تصدیق شده بیان خیت و لبی از تا خیت و لسفت تفاوت از زمین تا آسمان دایی جون باور کنین اسامی برام اصلا آشنا نیست اندل اختزا یه ساعتی معطل مونده نجومیده و تبلیغ نکرده یک دفعه سرمون شلوغ شد معید و منصور باشید بریم سر اصل مطلب فرخ به نظر من باید توقعاتشو کم کنه فرخ که اینجا نیست شرط و شروطو بشنوه دختر جان این شرکت مال اونه میدونی که من تو مهری خودم کار میکنم اگه مشکلی هست بذارم اجرا برکلا به طرفت العینی برای درگیری آماده شدی به قول عمو انتظام زندگی یعنی درگیری بله درست فرمودن ایشون منتها درگیری پشتوانه میخواد خانواده ای برادری پدری تو عقد و عروسی که بی کس و کار بودی آقای محترم من به اندازه یک فامیل بزرگ هستم ای بر منکرش رحمت حالا اگر کار به شکایت و دادگاه بکشه چی؟ فکر اونجا چه کردیم؟ من پای همه چیش وایستادم این حرف اول و آخره؟ ای به اول و آخرت نادایی
بچه برادر من دم به دم تو داده، نمیدونه که خیال داری دار و ندارش رو دو دره کنی. بنشین و تأمل کن و آهسته سخنگوی. کیس دادن و فریاد کشیدن صفت بیخردان است. من اصلا با شما صحبتی ندارم آقا. میفرمودی خانم؟ خورخوره خباست، مثل خوره افتادی رو خرخره این بچه خام که چی بشه؟ خباست خودتی، مؤدب باش. خناس مؤدب باش. عباست و ناس مؤدب باش. خفه خون بگیر مؤدب باش. میفرمودی خفه خون خودت بگیر خونی. قزنفر انتظام، بدبخت، سر پیری برای کی میخوای بذاری؟ برای بچهت؟ عبدر؟ نه میذارم تو بخوری عبدر. اختار، اختار، کدوم گوری هستی؟ آقا قبرستون نمیخواهد. خودم میندازمش تو قرب گور به گور شده رو. تهدید به قتل میکنی؟ شکایت میکنی؟ شکایت میکنی؟ پک بزر بحانش بدم درسه. پیر بدم. پدر جا فشارتم بدم. اگه به خاطر شما نبود جوابشو داده بودم. به من میگه بی بوته. ما گلو زدیم گل گل، رفتیم پا پینال. پینال عمو جو. اونجورم میگن بی خودی هرس نخور. بگو ببینم چند تا پا گوری داری؟ تا الان 123 تا قبل پیش فروش کرد. پا 20%؟ میریم بالا. اسمش هم میذاریم پیش فروش فاز دو از بلوکای جدید. یه زخوی راه، ته راه یه سر. این راه چیه؟ داره یه هدف؟ کاغذ و یه تر، طرح رو کاغذ، یه نقش و دیوار، دیوار و یه نقش. یه تابلو پرواز حسرت و میاد، یه جور خوندن به دنیا، یه جور خواستن به دنیا. حالا بیا 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 فرخ بی اشتهاست. حالا بیا 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 قطی پاتی به پاس. کاپیتال و سگل با هم دیگه خوشن. انتظام و تجی بره رو میکشن. اینجا رو ببین یه چتر رنگی، یه سفره پیکنیک. انتظام بگه میگه نیکو پیک. اونجورم میگه توجه فرمایید، فرش قرمز برای مردگان در شبی فراموش نشدنی. بفرمایید، خوش اومدید. خواهش میکنم، بفرمایید. با بهترین تور آخرت با ما همسفر شدید. سپرده های خودتون رو به ما بسپارید و سود ببرید. آقایی خانوما، بفرمایید. همونطور خدمتون عرض کردم، اینجا ویو بسیار عالی داره. مزه تشییع جنازه با شکوه ما زیر دندان رفتگان شما. یه تابلو پرواز حسرتون یاد، یه جور خونگره به دنیا، یه جور خواستره به دنیا. اینجا رو بگو قرار و مدار، دایی میخونه گوش میده مختار. صف انتظار صف مردنه، دنیا رو خوردن با خود بردنه. خاموش کنین دایی لطفا. ببین دایی جون، اونی که برای تعریف کردم فقط یه حدیث بود از 70 من مثنوی. حالا ای حاله اینا دلیل نمیشه که افسرده بشی، زانوی غم بغل بگیری. به قول معروف حال وقت و زیق، حال طریق و بعید، یعنی مخلص کلام. باید هر چی زودتر سوگل از خونت بندازی بیرون. همین. نمیتونم دایی. من برای بعضی از کارو ساخته نشدم. لا اله الا الله. پسر جان، همت اگر سلسله جنبان شود، مور تواند که سلیمان شود. کلید دفتری که داری، اقلن برو یه سرگوش یاب بده. نمیخورنت که.
شب شما بخیر خانم. شب بخیر. من نمیتونم الان حرف بزنم، الان وقت ندارم ماما. حتی وقت نداره به یکی از بستگان تسلیت بگی. فرخ شما که سنگ صبور ما بودی، چرا برای مراسم بابا نیومدی؟ با اینکه فکر میکردم مجلس اعضا شروع خوبی برای ارتباط با یه فامیل طرد شده نباشه. تلفن نکردم طعنه بشنوم. قصد من طعنه نبود. تخمینه. کارای بابا به من مربوط نیست. یادته یه بار بهم گفتی حرف بابام اصلا برام مهم نیست. یه روز با یه شاخ گل رز میام خواستگاریت. ازدواج من با سوگل از رو علاقه نبود. ولی علاقت از زور بابات بیشتر بود. میخواستم لجبازی کنم. محال انتخاب بدون علاقه باشه. تو خودت از روی علاقه کافه‌داری رو انتخاب کردی؟ نه. اون روزی که بابای تو منو اخراج کرد خیلی دلم گرفت. خب یه کاری برام جفت و جور شد که درآمدش خیلی بیشتر از کارمندی بود. به هر حال می‌بینی که خدا تنهام نذاشته. حالا یه پیشنهاد بده که به کار ما بیاد. فرخ غرورتو بشکن، برو با زن داشتی کن. سخته. حداقل خودتو امتحان کن. میخواستم برات یه زندگی خیلی خوب درست کنم، ولی رفتارت اینطور نشون نمیداد. هنوزم میتونی. بدون تو زودتر به اون زندگی میرسم. تو اصلا درک درستی از زندگی نداری. همه فکر میکنن خودشون از همه بهتر میفهمن. آره درسته، ولی دچار توهم نمیشن که مرکز عالمه. اونجور فکر نکنی، بالا نمیری. اینجور بالا رفتن؟ نمیتونم باور کنم این تویی که اینقدر تغییر کردی. مشکل همیشگیت بود، درک پایین، احساسات ضعیف. ببین من با همین احساسات ضعیف بود که تو عموی منو نمیشناسی. مهم نیست عمو چجور آدمیه، پولا پیش منه. حالا علت رفتار مادرانتو میفهمم. دیر فهمیدی، چون بچه ننه بودی. به خاطر ازدواج با این بچه ننه خیلی نقشه ها کشیدی، یادته؟ دیگه جنازه من نمیخواد با تو ادامه بده. تو محضر میبینم. به حول و قوه الهی وکیل میگیرم، هم پدر این دختره رو در میارم، هم به حساب انتظام افخت میرسم. حواست رو ناسخم از گردیم گفتن بیوه نشینی خوش نشینی. دیگه شرایط ماشالله واسه گیلین خانم باقلوا شد. با شهاد لانم نصیر جان عمر عاشقی های دور زمانه که دیگه خیز آهوام دیگه نمیشه. به حول معروف لسان عاشق باید ورای قلبش باشه. یعنی چی؟ خدا من بیل میرم گوزله بیر زره. ای بابا یا گده گده بابا. فکر کنم به این وقت بری تو خونه باشم تا یه جای مناسبی رو پیدا کنم. نمیخوام یه جا باشی.
بعدم دلیل نداره مزاحم دایم بشه. اقلا دوما تعامل کن. نمیخوام تنهاییم طولانی بشه. هر جو خودت میگی. خیلی خوب. ما از هم جدا شدیم. سوگل اشتباه کرد. از کجا معلوم؟ اون فکر میکنه برنده است. بذار اینجوری فکر کنه. زندگی متباه کرد. من ازش نمیگذرم. نه تو بد کسی رو نخواه. رو اصول خودت وایسا فراخ. ببین من میخواستم بگم اگه من الان خیلی گرفتارم. فعلا خدا. یعنی علا ایوهاله من پشت سر خواهرزادم ایستادم. کسی خوشش میاد نمیاد به خودش مربوطه. اون از حرف تو اون از کار خواهرزادت نصیر جان. بارادا این وسط من سیگاره ها نمیخوای از خودت اتام سان. خجالت میشهش نصیر. خجالت؟ من برای چه خجالت بکشم؟ مگه چیکار کردم خانم؟ عزیزیم گل من با یه نگاه به حال خودت بکن، یه نگاه به حال من بکن. آقای جورجیا آرمانی جلفت گهتریبسن، جلفت گهتریبسن. تو اون خواهرزادت از صبح تا شب داری به من زحمت میده. فکر کن بچه خودته. خودتو سرگرم کن، خدا رو هم خوشنود کن. ای تو روزگار سن منیم اشاق لارمه دیگر گوشه های منو آواره کردی. هی گفتی این مملکت جای زندگی نیست. وقت میخوای با خواهرزاده دستوز گاماز تو سرمو گرم کنم. کول باش ما. ای بابا کول باش ما. سخت میگذره. شما هم اندل افتضا تشید ببرین پیش دیگر گوشه هاتون. آلا رحم سن نصیر جان من گدیم. من گدیم. من گدیم برای همیشه که برم. برای همیشه خوش گرده. قربونه برم. پاسپورت که داری. میمونه یه خورده یوروی 500 تایی از این پشت سبزا. اونم من تهیه میکنم. یوروی 500 تایی پشتش بنفشه. حالا هر رنگی که میخواد باشه. شما برین. من این خواهرزادم رو به دنیا نمیفروشم. پشتش هستم. چه سربار باشه چه نباشه. شیطان حجیم با شیطون کلاس سربار میرفتی؟ بیرزره. گیت بابا یا. گیرو پدر تو خواهرزاده بیرزره بیرزره. وسایلتو جمع کن خونه من برو بیرون زود. تو محضر به من قول دادی دو ماه به این فرصت میدی تا جا پیدا کنم. تو فکر میکنی کی هستی؟ تو اصلا معنی قولو میفهمی؟ برو بیرون. چطوری؟ جانشان خوش نیست. من روزگارشو سیاه میکنم پدر سوخترو. نبینم قم تو چشات قم برک زده سوگل خانو. امشب وکیل دایی نصیر زنگ زد. خب که چی؟ لابد قفی در کرده. اونا قافیه رو دادن گلگل. ولی من خیلی از حرفاش ترسیدم. نه ترس من باهاتم. نمیذارم. ببین تو راه که می اومدم به سرم زد چند تا ویزیتور استخدام کنی. ویزیتور اونجورم میگن ویزیتورا را بیفتن محل به محل کوچه به کوچه خونه به خونه مریضا رو شناسایی کنن. برای تغییر حال من دارین پیشنهاد میدین. الان اصلا وقت خوبی نیست. Mm-hmm.
شد دلم، غرق تمنا شد دلم، نیدیک روز با شد دلم، غرق تمنا شد دلم. دای 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 دای. چه مرگت تاجی؟ تو چه مرگت شده قزنفر؟ روت میشه تو چشم فامیلت نگاه کنی؟ هرچی فامیله حالا من میخورم. بچه یه برادرت که از گوشت و پوست و استخون خودته. نکنه این دختره یه قاتل قربتی بدقدم از براد... قرص مرس تو زدی؟ سر وقت. اه؟ پچره پر پر ریب میزنی؟ توفه 20 سال آزگار زندگی با توه. من که با درد و مرض تو سوختم و ساختم و صدامم در نیامده انتظام، به شرط اینکه تو هم بیمرض باشی. تو فرکت مریضه. فرک من مریضه یا تو مرض داری؟ من چی دیدی که خیالاتی شدی تاجی؟ الو جونم، جونم، این روزا زیادی به زلفاتون میرسین. گلگو از خونه ای که برات گرفتم خوشتون من؟ بد نیست. گلی به سر ما زدی دعوتمون رو رد نکردی. خواهش میکنم، شما از این شام پادشاهی یه منظوری دارید. منظور رو گفته شاعر، میگه اگه مجنون به لیلی زود میگفت، لیلی نمیرفت تو خونه یه مجنون دیگه. منظور؟ باز کجا منظور؟ دلم تو رود و رنگ نیست، بی ادامدهای دومادهای بی دفوم این دوره. میخوام بگم دیگه عمو جون. زنم میشی؟ شما که زن دارین عمو جون. مو چه زن نیست، بطل گازولیه، دایم ریپ 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 بزنه. منم آرزو دارم، نزا آرزو به دل بیمیرم، از یه چند سبایی منم با زلیخای خودم خوش باشم. باشه، پس تاجه خانم چی میشه؟ از اول هم به خاطر مال و منالش رفت تو پاچم. کاکام گفت پول مول داره. ببین گوگل خانم، رو ما حساب کن. دست شدن من دارم میرم بادی بیلدینگ. بگین بادی بیلدینگ. اصلا بی خیال همه چی. شام میکشم زهرمار نمی کنی. تو خواب چی میخوری؟ میخورن. تو خوابم میخورن. تو تو خوابم میخوری خوره. بگو ببینم کدوم زنی که این زباله ای هواییت کرده؟ بره بابا هوایی؟ من؟ لا اله الا الله، بر پدر من که پاسوز تو ناشزه شدم. تو پاسوز؟ من با تو مریض سوختم و ساختم و صدام در نیامده. ضرر نکردی زنی که؟ زرزر بچه نشنفتی؟ بیتر. بیتر؟ نه،
تنبونه دوتا شده. فکر کردی من خرم؟ آره ضرر کردم، ارث پدریمو ریختم به حساب تو سالوس که بساز و بفروش بشی. بسازش با تو بوده، برفوشش رو عمر خودم. من نواده انتظامم، من نوه کوچک انتظام. برو برای یکی قپی بیا که قد و قوارتو ندیده باشه قزنفر، نوه ملحوم نظام انتظام. تو تیر و تبار من میبندی؟ ناشزه یه چفول پرپری ریپی؟ طلاقت ندام تاغوتیم. میکشم دادگاه انتظام. بکش مال و منال پدری ما ازت پس میگیرم. ما پا گوتیم جرد و خاتم میکنیم. ششت دارم. ارباب دور از جون، با کی جنگ کرده؟ بالی بیلتینگ زدم، تن و بدنم بسته. با این پیریتان بیل زده؟ پیر بابات پپه اینقدر دیله نکن. مامور شهرداری کجاست؟ یک نامه دادم و خانم رفتم. مهندس مامور شهرداری گفته که جواز تو دفتره. اونام گفتن اگه جواز دارین باید سر زمین باشه. حالا خوب بالتیسه رو جلب نکردن. کارمون غیر قانونیه مگه نه؟ قانون؟ شرق قلومبه شده از قربتی؟ یعنی این قربتی ها قرب نمیخوان؟ چرا دست شما درد نکنه؟ ولی قانونی. قربونت برم، قلاده به گردنم. ما قربو قانونی میرفوشیم، نه قاچقی ما چقی. اول جواز قانونی. ما قرار نی هیچی رو بی قانون تو قرب بسریم. اول جواز تأسیس بدین، بعد جواز دفع صادر کنین. جیگره تو جناب، جواز جوره جوره، واسه جنابم مجانیه. البته مگه قدتون بلنده، باید دوبلکس بخرین، طبقه دوم شو مهمونه بایی. خیلی ممنون، این دفعه رو نشنیده میگیرم. دارین پیشنهاد رشوه میدین دیگه. کی؟ من؟ رشوه پشوه چیه؟ قربونت برم شر نشو نوکره تا. خب حالا من از کی جواز بگیرم؟ نمیدونم آقا، بپرسین، از بیرون بریم بپرسین. بیله یا میزخونه؟ در رقم میله میای؟ بجام! اه!
حقم در اومد. هرچی داد و فغون کردم، فریاد کشیدم، بابا یه شهر و یه قرب سو نشد. درسته؟ گفتن شما مثل شرکت‌های مضاربه سر مردم رو کلا گذاشتین. یادتونه؟ چند نفر اعدام کردن؟ بحث ما سایه نیست سالسلک. هر کاری یه راهی داره. تو باست با فرخ بری تو خاله آشتی، خرجش هم یه تلفنه و یه گوه خوردم. محاله. راهش همینه که گفتم. منم باست با اون نادایی کنار بیام. خلاص. عجایب المخلوقات. سلام علیکم خاندایی جون. و غرایب الموجودات. سلام. آهرله آمان آهرله عزیزان او رای میزنه داری خاجخ. نفهمیدم ولی وقتی رسیدی یه زنگی بزن، خیالم راحت شد. به بچه ها بگو بابا رو فراموش نکنه. زمین که بزنم بیر زره بابا یا خب بابا یا بیر زره بیر زره بیر زره فرید همینو بلده بگیم بلستن انتظار این اون ازار. یه اتصالی انفصال شده، فیوزا سوخته، این فصل باید وصل شه. سیریشو سوختن واسه همین دیگه. ما سیریش که اونا وصل شن که جواز قربستون صادر شه. کلنی فسفره. من دلم واسه اون دوتا جوان میسوزه. تو منو نمیشناسی؟ خوب میشناسمتون. اخوی بزرگترتونم افتاد رو ثروت همشیره بدبخت من، ولی همیشه همین حرف شما رو میزد، میگفت براش میسوزه. کار منو با کاکام قاطی نکن نادایی. یعنی تو درد منو نمیفهمی؟ هاشا و کلا، خواه تو سر پروفسورم کنن اگر نفهمم. چرا حرف نمیزنی؟ شما دعوت به مذاکره فرمودین، شما شروع کنین. قهوت سرد نشه؟ اینجا چیزی نمیخورم. چرا؟ چون دیگه سرد شده. خب میخوای برم باید گرمش کنم؟ نمیخواد، با این چیزا گرم نمیشه. خودت بخور. منم چیزی از گلوم پایین نمیره. اون چیزایی که تو بالا کشیدی با قهوه پایین نمیره. فرخ داری اشتباه میکنی. تو این چند ماهه 5 ماه و 17 روز من هیچ وقت دقت تو رو نداشتم. دقت؟ من؟ با درک پایین و احساسات ضعیف؟ بی‌انصافی نکن. شرایط منم بفهم دیگه. خاکتون سر پروفسورم کنن اگه نفهم. جناب انتظام، من نمیتونم از رسولم کوتاه بیام و سابقم رو خراب کنم. گزلم، حالا که خوشخوشانیه دیگه نرو سر خونه افر. تو به همه لط میزدی، به فرخ، به من. زنم امشب داره میپره، داره میره اون ورا، داره همیشه داره ترک میکنه. به نفع من و تو یه بالو پری میتکنی. تاجیم داره شرشو میکنه به همین راحتی. بله به همین راحتی. میدونم هنوزم دوستم داری. اوه خیلی زیاد. فرخ من میخوام برگردم خونه. تو نرفته بودی که برگردی، از اولم نبودی. اینجوری راجع به من قضاوت نکن. چرا نکنم؟ چرا فکر میکنی تافته جدا بافته هستی؟ هستم. نماز روزم هم درسته، آخرشم. آخر چی آقا؟ شریعت و طریقت و نماز و روزه و بگو خود خودم. استغفر الله. حالا این دفعه رو لاپورت نمیدم. لاپورت چی؟ کرفیاتو. تو توی مملکت اسلامی پستم داری؟ ممکنه خواهش کنم لاپورت بنده رو بدید، بلکه ریشم رو بکنید؟ ریشت رو خدا بکنه نادایی، من ریشت رو میکنم. نمیتونی. میتونم، میخوام رجوع کنم شده به زور. طلاقت قطعی شده، یه شکایتم بابت ستونگ مهریه در جریانه. اگه نیای خونه به زور وادارت میکنم. دیگه جنازه منم نمیخواد با تو زندگی کنه. از خونم برو بیرون. وگرنه وگرنه چی؟ وگرنه چی؟ بی همه چی؟ زنگ میزنم صدا ده. به 1100 هم که زنگ بزنی من یکی از تو نمیترسم. خیلی خوب،
زنگ میزنم 110. بگه بشین سر جاد نادای دودره. دورورداری میکشمت بالا دار. بالای دار جایی تو حقه بازه که مردم رو تلکه میکنی. تلکه؟ مردی که کدره این دیگه میدازه. مؤدب باش خناس، مؤدب باش عواست و ناز، مؤدب باش خناس، مؤدب باش حقه باز چطوری؟ مثل فلات داری؟ شکلات شوار موار داره یا خودم شیدات شد؟ شیدام شی؟ شیدام شی که چی بشه؟ پرده رو ببر تو بهت بگم. سلام علیکم. خدا شاهده اگر به خاطر گل روی شما نبود امکان نداشت پامو اینجا بذارم. دست شما درد نکنه. چشم شما درد نکنه. دکترها گفتم به چیش امیدی نیست. میخوام نرم و شیر کنم بیم شیر میخورم. بدون مذاکره؟ مذاکره چیه سال سالک؟ او که با یه نظر سم میگیره سپله کلکه. نه ملکه، هیچکی تو دنیا مثل من راست نمیگه. موبایل داری؟ موبایل داری چی میخوای؟ میخوام با یکی میو میو بکنم ملوسه. بفهم آباری که الله دست درده کنم و شد. الو ببین چی بهت میگم، همه پولا رو ور ندار، واسه خودت هم چیزی بذار. چقدر؟ 5 تومن خوبه. باش. 5 تومن، 6 تومن. یه قرون دوزار چه میدونم. انتظام بمونه نمونه. خانم محترم شما که تنها نمیمونه. میمونه؟ نه خیر. بله. ببخشید. منظور به قول معروف لسان عاشق و عارف باید ورای قلب او باشه. انا دی کمن الهندی جمیل شکل ملکتی. بله میبخشی. الو چیه مختار؟ رئیس جان کجا هستین؟ چرا جواب نمیدین؟ علیک سلام، سلسلت البوق گرفتی؟ همچون یه نفس داری بوق میزنی؟ چه خبره؟ بگو دیگه. سوگل خانم پل دخل زدن و گرختن. عرقی گفتم میکنی؟ استغفرالله. شما جریان امور رو بسپارید دست من حیث المجموع به گونه این مسئله من حل میکنم که آب تو دلتون تکون نخوره. نفتیناش این دارش دست شما درد نکن. عجایب المخلوقات غرایب الموجودات. شفاخانه بودی هر با؟ به تو چه؟ ایش کنیست
خانم دخل زدن رو گریختن. چی کار کردن؟ دخل زدن رو گریختن. نگرفتش لندن؟ میخواستم ولی چجوری میتونستم یه خانمو بگیرم؟ قاطی پاتی! قاطی پاتی! قاطی پاتی! قبول، اونجورم میگن. کجان؟ سوگل خانم، با کاپتن رفتن آقا. کجا رفتن بابا؟ راه صفا، از در ریخونه که منجیل، سمت شمال، بعدم برن ترکیه. من گفتم پرواز ممنوعه، ابرای کبول و نیمبوس. تو لول بودی یا لولوی سرخرمن لولیا؟ آقا، کاپیتان همیشه دلش میخواست از ایران بره. میگفت خدایا، میشه یه زن پول دار به طور ما بخوره؟ تورش سوراخ قطباتی، از آسمون میکشمش پایین. کسی که بره بالا، باد میبردش. کجا؟ بالا پر میزنم دنبالشون. هوا خراب، امو انتظام. زمینی میرونم قطباتی. خوشگله. میشه بدونم کیه اینقدر داره به زنگ میزنه؟ ها؟ چی به من زنگ میزنه؟ جوابشو بده، حداقل خودت هرس بخوره بخندیم. جواب بده. الو. کدوم گوری هستی؟ ایز گلم به تو. توی جلسه مهم عمو جون. با طلاقا یا با کاپیتان؟ عمو جون، بگین کاپیتان دیگه. اونجورم میگم ور پریده. ترکیه هم که بری تیرکمون من براش. عمو جون شما از کجا فهمیدین؟ از کلاغا شنیدم. شلطان شلطان من این کبود رو روی هوا میزنم. تیاره کاپیتان که شیبیشه. داری داد میزنم. بیا چطور شده؟ بگش کنم بگذار عزیزم، ما رو محرم بدن دقیقا. چی شده ارباب؟ سینم سنگین مانده است. در سیخو بیچ میزنه تو بالو. یه دقیقا میرسنم شفاخانه. فکر کنی سفاتم نمیگه. خوشگلم عزیزم، چی شده آخه؟ مختار جان مختار، میخواستم دو ستازون قربای مرکو بهت بدم کسر دینت نباشه. دست در نکنه، هر که یک چیز ذخیره جمع میکنه ارباب، نداده قبول. حالا اینطوری ندیده بودش. زوبله خانم هم میگه؟ اون که ولت کرده گرخت؟ اون ولت کرد؟ من ولش کردم فلبلر. از کی رو گفتم میکنی؟ خورشید رو میگم. این همه سالات کردم تا حالا اینجوری ندیده بزنش. راستش وکیلم میگه 20 سالی وقت میبره تا زمین آزاد میشه، ولی جون تو تا آزاد شد جلد یه قبرستون غیر انتفاعی شیک علم میکنم. سلام دایی جان، شما کجایین؟ سلام، من تازه رسیدم. هنوز تموم نشده؟ نه دایی، اینجا شلوغ قلقله است، نمیدونین اینجا چه خبره. زیر میزی چیزی میدادی جمعش کنن دیگه. نمیگیرن دایی، همه گاگولن. Thank you.
فکر میکنی اینجا برای شروع دوباره جای خوبیه؟ اتفاقا اینجا بهترین جا برای شروع دوباره است، اگه قبول کنی. ببین فرخ، من نمیخوام نه. که هیچی نگو، مثل همیشه مهربون باش. چی شده یهو تهمینه؟ چی سر این خانواده اومد؟ ناراحت نشی، همشون تو پول پرستی، منفعت طلبی، ریاکاری و حقه بازی غرق شدن. سنگ صبور، حالا چی میشه؟ ما رو اصولمون وایسی، شایدم دوباره یه آدم هوا پیدا بشه.